سلام از می کنم خدمت همه مخاطبان عزیز فرادرس در این بخش از آموزش می با ابزارهای قلاب بافی و اصول پایه اون آشنا بشیم ابزارهایی که ما در قلاب بافی نیاز داریم یکی میل قلاب هست که ما میلهای های قلاب رو در بازار در سایزهای مختلف میتونیم تهیه کنیم اندازه های این قلاب ها با توجه به زخامت نخ شما مشخص میشه. خب هر چقدر که نخ شما نازکتر باشه از قلاب کوچیکتر استفاده میکنیم که من برای بافت شال و کلاه طرح حیوانات از قلاب شماره دوانیم استفاده میکنم مورد بعدی سوزن بافتنیه که شما میتونید اون رو تهیه کنید و برای دوخت اجزای مختلف کلاه ازش استفاده کنید به قیچی نیاز داریم به متر نیاز داریم برای اینکه اندازه کلاه رو داشته باشیم و به الگو یه توضیحی رو میخوام در رابطه با الگوها بهتون بدم در رابطه با الگوها میخوام براتون توضیح بدم که اینها به چه صورت هست الگویی که ما برای بافت شال و کلاه کودک استفاده میکنیم خیلی الگوهای ساده ای هست و علائمی هست که بسیار ساده هستند. حالا به چه صورت هست ما معمولا در این الگوها مخصوصا در بافت گوش دایره و مواردی که حالت دایره بافته میشه اینجا یک حالت حلقه داریم حلقه به چه صورته به این صورتی که ما میایم نخ رو به این صورت روی هم قرار میدیم و این حلقه ای که ما با نخ درست میکنیم معادل این دایره ای هست که ما در الگو داریم حالا ما معمولا برای شروع کار میان و از زنجیره استفاده میکنیم زنجیره ها رو با بیزی نشون میدیم وقتی سه تا بیزی رو کنار هم گذاشتم یعنی اینکه سه تا زنجیره بزنیم حالا زنجیره به چه صورته ما میل رو به این صورت از داخل این دایره رد میکنیم و نخ رو به این صورت میکشیم بیرون این تا اینجا کار. حالا برای زنجیره زدن من یک بار دیگه نخ رو از داخل این حلقه که دارم رد می کنم. این شد یک زنجیره. مجدد یک بار دیگه نخ رو رد می کنم میشه دو زنجیره و مجدد یک بار دیگه نخ رو رد می کنم و میشه سه زنجیره. حالا پس ما به تعداد زنجیره هایی که داریم میایم یعنی و زنجیره میزنیم. بعد از زنجیره من گفتم چیه یک پایه بلند این علامتی که اینجا داریم نشون دهنده پایه بلنده یعنی چی پایه بلند وقتی که ما روی این پایمون یک خط کشیدیم یعنی یک بار نخ رو دور میل میچرخونیم و بعد از اون میایم و میل رو از داخل این حلقه رد میکنیم یک بار نخ رو در میاریم حالا من الان چند تا دارم سه تا نخ دارم دور میلم یه بار دوتای اول رو یکی میکنم و یک بار دوتای بعدی رو یکی میکنم. این شد یک پایه بلند. من یک بار دیگه پای بلند رو میزنم. به این صورت یک بار نخ رو رد میکنم دور میل. میل رو از داخل حلقه رد میکنم. الان سه تا حلقه دارم. حالا دوتا دوتا یکی رو میکنم. به این صورت. من این مقدار این نخ رو بکشم. خب. الان من دو تا پایه بلند زدم. وقتی که اینجا گفتم که یک دو سه چار پنج شش هفتا یعنی باید هفتا پایه بلند بزنم من این کار رو انجام میدم الان دو تا پایه بلند دارم اینجا سه تا پایه بلند چهار تا پنج تا شش تا و این هم هفته. حالا اینجا گفتم که باید این دوتا رو به هم وصل کنم ببینید این دوتا کنار هم قرار گرفته یعنی باید وصل شه به هم دیگه پس میام این نخ که اینجا دارم رو میکشم تا کاملا این حلقه رو ببندم و این دوتا رو به هم وصل میکنم خب با توجه به اینکه این طرح این گوش هست یه مقداری اولش جمع میشه و مدل بافت به این صورته برای جمع کردن هم میام میل رو داخل سومین زنجیره که زدم ابتدا یعنی این یکی رد میکنم و یک بار نخ رو از داخلش میکشم بیرون حالا هم میتونم این دوتا رو با هم یکی کنم هم میتونم همین نخی که آوردم بیرون رو از داخل این حلقه قبلی رد کنم این شد بافت من حالا یه مدل دیگه هم بهتون یاد میدم که از ابتدا میخوایم زنجیره بزنیم برای زنجیره زدن دوباره نخ رو به این صورت قرار میدم میل رو رد میکنم از داخل حلقه و یک بار نخ رو میکشم بیرون و مجدد این کار رو انجام میدم و این نخ ابتدایی رو میکشم تا کاملا محکم بشه حالا به تعدادی که میخوام میتونم زنجیره بزنم ما برای شروع کارمون خیلی از این زنجیره ها قراره استفاده کنیم. به صورت مثال برای شال گردن ما به اندازه ای که میخوایم عرض شال گردنمون باشه در ابتدا زنجیره میزنیم. حالا برای رج های بعدی همطور که خدمتتون گفتم میایم و سه تا زنجیره میزنیم ابتدا و بعد پای بلند رو به این صورت داریم. ما برای این آموزش علاوه بر اینکه که پای بلند رو به صورت یکی میزنیم یعنی چی؟ یعنی داخل هر کدوم از این زنجیره ها. یک پای بلند داریم دو مدل دیگه هم داریم یکی اضافه کردن پای بلند یکی کم کردن پای بلند یعنی چی؟ یه جاهایی مثلا مثل کلاه که ما میخوایم کلاه رو بزرگ کنیم یا میخوایم جمعش کنیم نیاز هست که ما دونه های بافتمون رو بیشتر یا کمتر کنیم. حالا من الان از روی الگو بهتون یاد میدم که چطور دونه های بافت رو کمتر یا بیشتر کنیم. برای بیشتر کردن دونه ها الگویی که ما داریم به این صورت هست که دو تا پای بلند رو روی یک پای بلند قرار دادیم. این یعنی چی؟ یعنی وقتی که میخوایم پای بلند رو بزنیم داخل هر کدوم از این زنجیره ها دو تا پای بلند رو میزنیم. من میام روی رج بعدی به صورت مثال من توی این حلقه میخوام دو تا پای بلند بزنم یک بار میل رو رد میکنم این دوتا رو یکی میکنم و دوتا حلقه دیگر رو یکی میکنم این شد یک پای بلند بعدی رو دیگه نمیام داخل این زنجیره بزنم میام داخل همون زنجیره یک بار دیگه پای بلندی که بهتون آموزش دادم رو میزنم پس این شد اضافه کردن پای بلند برای کم کردن پای بلند ما یه همچین چیزی رو داریم یعنی دو تا از پای بلند ها رو به هم وصل کردیم. یعنی چی؟ کاملا هم از الگوش مشخصه. به صورت مثال من میام اینجا داخل این دوتا رو میخوام با هم یکی کنم. یعنی میخوام کم کنم. پس میام میل رو که وارد حلقه میکنم دوتای اول رو که یکی کردم دیگه این دوتا رو با هم یکی نمی کنم. مجدد نخ رو دور میل میپیچونم و یک بار دیگه یک حلقه در میارم. حالا این دوتا رو یکی کنم و بعد در انتها این ستا رو یکی کنم. چه اتفاقی افتاد؟ ببینید کاملا مشخصه یعنی به جای اینکه من روی هر کدوم از این حلقه یه پایه بلند زده باشم دوتا رو با هم یکی کردم و کار رو کچکتر کردم مورد دیگه که داریم بافت پای کوتاه هست. فرق پای کوتاه با پای بلند اینه که ما در پای کوتاه دیگه سه تا زنجیره نمیزنیم بلکه فقط یک زنجیره داریم یعنی وقتی که میخوایم شروع کنیم رج پای کوتاهمون رو یک زنجیره به این صورت میزنیم و بعد نخ رو دور میل دیگه بلکه مستقیم میایم میل رو از داخل زنجیره رد میکنیم و یک نخ رو در میاریم و این دوتا رو یکی میکنیم ارتفاع این بافت با ارتفاع این بافت به خاطر همینه که فرق داره چون در بافت قبلی ما یک بار نخ رو پیچوندیم و بافتیم ارتفاعش بلندتره اما در پای کوتاه ارتفاع بافت ما کمتره حالا توی بافت پای کوتاه هم ما اضافه کردن و کم کردن رو داریم مثل پای بلند من این رج رو می و میرم در رج بعدی بهتون آموزش میدم که چطور بافت پای کوتاه رو اضافه یا کم کنیم خب من یک زنجیره میزنم اینجا من میخوام اضافه کنم یعنی داخل این زنجیره دو تا پای کوتاه می بافم این یه دونه پای کوتاه و این هم یه دونه پای کوتاه. برای کم کردن به چه صورت هست؟ کم کردن پای کوتاه به این صورتی که دیگه ما دوبار اینو رد نمی کنیم. یه دونه رو جا میذاریم میریم سراغ بعدی. بعدی رو یک بار میان و پای کوتاه میزن. اینطوری ما پای کوتاه همون رو کم می کنیم. تا اینجا کار ما با ابزارهای قلاب بافی و الگوی بافت اونها و انواع بافتشون آشنا شدیم. در قسمت بعدی آموزش یاد میگیریم که چطور سر کودک رو اندازه بگیریم و کلاه رو متناسب با سر کودک بباخیم. در این بخش از آموزش ما میخوایم سایز کلاه رو بر اساس اندازه دور سر کودک مشخص کنیم. ما به دو تا اندازه نیاز داریم. یکی دور سر کودک هست که متر رو به این صورت قرار میدیم دقیقا همون جایی که قرار کلاه قرار بگیره. و به این صورت سایز رو میگیریم که الان دور سر کودک ما 48 سانتی متره. مورد بعدی اندازه گیری ارتفاع کلاه هست. برای اندازه گرفتن ارتفاع کلاه متر رو به این صورت روی پیشانی کودک قرار میدیم و میکشیم تا گردن و تا قسمت رویش موها به این صورت. خب حالا اندازه رو میبینیم که چند سانتی متر شده. اندازه ما 34 سانتی متر شده. برای اندازه گیری ارتفاع کلاه ما باید 34 رو تقسیم بر دو کنیم تا ارتفاع کلاه رو به دست بیاریم. بعد از اینکه ما اندازه سر کودک رو گرفتیم حالا باید ببینیم که برای کلاهمون نیاز به چند تا پای بلند داریم و چطوری باید ببافیم. برای اینکه این تعداد رو در بیاریم ما باید با اون نخی که میخوایم کلاهمون رو ببافیم بیایم و به این صورت یک سمپلی رو ببافیم به صورت پایه بلند. به چه صورت هست من اومدم و زنجیره زدم و با همون روشی که در قسمت قبلی آموزش خدمتتون گفتم اومدم و چند ردیف پای بلند رو بافتم. درد سه ردیف به بافین کافیه. حالا بر اساس مقیاسی که اندازه گیری می کنم تعیین می که اندازه های دونه های شال و کلاه کودک چقدر باید باشه. به چه صورت هست؟ اول از همه من میام اندازه می گیرم که ده سانت بافته من چند تا پای بلند میشه. پس به این صورت میام و در این قسمت قرار میدم تا این ده سانت و این دونه ها رو در اینجا میشمارم. سه تا، شش تا، هشت، ده، دوازده، چهارده، شونزه و هجده تا. یعنی ده سانت من با این نخ و بافتی که من دارم. ببینید حتی دست ها با هم متفاوته ممکنه. من با این نخی که دارم میبافم برای من ده سانتش هجده تا پای بلند باشه برای فرد دیگه ای 17 تا یا 16 تا پای بلند باشه که سفتر می بافه. یا برای فرد دیگه ای که آزادتر می بافه بیشتر باشه. پس هم بر اساس زخامت نختون و بر اساس اون مدل بافتنتون که محکم ببافید یا نه باعث میشه که این تعداد پای بلند ها به نسبت دستاند کمتر یا بیشتر باشه. و ما نمیتونیم یک عددی رو بگیم و بگیم برای تمام شال و کلاها این عدد مناسب. خب تا اینجا کار من به این نتیجه رسیدم که 10 تا از پای بلند های من میشه 18 سال. حالا با توجه به فرمولی که ملاحظه میکنید محاسبه میکنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من یک معادله میذارم 18 تا پای بلند من شده 10 سانت. حالا چند تا پای بلند من میشه 48 سانت؟ 48 سانت به خاطر اینکه دور سر کودک رو که من اندازه گرفتم 48 سانتی متر بود. و x رو به این صورت محاسبه میکنم میشه 86 تا پای بلند. پس من وقتی که دارم کلاه رو میبافم باید نهایتا به 84 تا پای بلند برسم تا این کلاه اندازه سر کودک بشه. این رو برای شالگردن هم ما داریم. به صورت مثال اگر من بخوام شالگردنم 12 سانت باشه ارزش با توجه به اینکه هر 18 تا پای بلند من 10 سانته میذارم داخل این فرمول و x من به صورت دقیق میشه 21 6. حالا این دیگه تقریبیه شما اگر بخواین که 21 بگیرین یه ذره از 12 سانت کمتر میشه خیلی کم اگر هم 22 بگیرین یه مقدار خیلی کمی بیشتر میشه پس این رو به صورت تقریبی ما محاسبه میکنیم و 21 یا 22 تا زنجیره همون اول میندازیم و شروع میکنیم به بافته پای بلند ها تا عرض شال گردن ما تقریبا همون 12 سانت بشه تا اینجای آموزش ما یاد گرفتیم که ابتدا اندازه سر کودک رو مشخص کنیم و بر اساس اون متوجه میشیم که چه تعداد پای بلند برای بافت شال گردن و کلاه کودک رو نیاز داریم. در قسمت بعدی آموزش میخوایم بافت کلاه رو شروع کنیم و بهتون یاد بدم این تعدادی که اینجا مشخص کردیم رو چطور در بافت کلاه استفاده کنیم. برای بافت کلاه در قدم اول باید پایه کلاه رو ببافیم. حالا ما در این درس ابتدا یاد میگیریم که چطور پایه کلاه رو ببافیم و در درس های بعدی هر کدوم از این کلاه ها رو تبدیل می کنیم به طرحی که مد نظرمون هست. برای شروع کار ما یک حلقه نیاز داریم. برای ایجاد حلقه نخ رو به این صورت یک دور میچرخونیم، میل رو در داخل حلقه قرار میدیم و شروع میکنیم به سه تا زنجیر زدن. طبق این نقشه که اینجا داریم. پس ما اینجا میایم و سه تا زنجیره میزنیم. خب ما اینو نمیکشیم همینجوری یه مقداری باید آزاد باشه بعد از اینکه رجع اول رو بافتیم این نخ رو میکشیم اینجا همینطور که می بینید یازده تا پای بلنده پس من اینجا یک بار نخ رو دور میل می و طبق آموزشی که در درس قبل بهتون گفتم پای بلند رو میزنم ما نیاز داریم که یازده تا پای بلند داشته باشیم این سه تا این چهارتا پنج شش و همینطوری میبافیم تا یازده تا کامل بشم این سه تا زنجیرمون بود یک دو سه چهار پنج شش هفت 8, نه ده یازده حالا باید چیکار کنیم این نخی که اینجا داشتیم رو بکشیم تا کاملا این حلقه‌ای که در وسط ایجاد کردیم جمع بشه برای اینکه این پای بلند رو به اون زنجیر وصل کنیم فقط کافیه ما میلمون رو داخل زنجیر سوم ببریم و نخ رو یک بار بیاریم بیرون و یک حلقه ایجاد کنیم و این دوتا رو یکی کنیم. با این روش ما اومدیم و رج اول رو بافتیم. بیم سراغ رج دوم. رج دوم مثل رج اول سه تا زنجیره داره. یک، دو و سه. حالا ما توی هر کدوم از این حلقه هایی که داریم باید دو تا پای بلند داشته باشیم که در واقع دوازده تا دیگه اضافه کنیم. اولی رو من بافتم. دومی میرم داخل همین حلقه خودش یه پای بلند میزنم میرم سراغ بعدی اینجا هم به همین صورت در واقع توی هر کدوم از اینها من دو تا پای بلند میبافم کاری که ما انجام میدیم اینه که در هر رش دوازده تونه اضافه کنیم کلاهای قلاب بافی در واقع از بالا شروع میشه برعکس کلاهایی که با دو میل هستن و اونها معمولا از پایین رایجتر بافتش ولی کلاه قلابافی از بالای سر شروع میشه بنابراین ما یک دایره میخوایم ایجاد کنیم و بعد از اون دیگه این دایره رو ادامه میدیم و تا پایین میبافیم خب من همینطوری ادامه میدم تا وجه دوم رو هم کامل کنم. از این بلگو ما خیلی قرار استفاده کنیم. مثلا برای چشم جغدمون دقیقا همین کار رو انجام میدیم. برای بینی خرگوش همین کار رو انجام میدیم. این دایره بافتن جزه در واقع اون آموزش هایی هست که خیلی مورد استفاده قرار میگیره. خب پس من اومدم داخل هر کدوم از این حلقه ها دو تا پای بلند بافتم. حالا باید آخرین پای بلندم رو به اولین زنجیری که زدم وصل کنم. پس اینجا سه تا زنجیر داشتم. میلم رو وارد زنجیر سوم می و یک حلقه در میارم و دو تا حلقه رو یکی می کنم. این شد رج دوم. میرم سراغ رج سوم. رج سوم به این صورته که ما سه تا زنجیر می زنیم و توی دونه بعدی دو تا پای بلند می بعدی یه دونه پای بلند بعدی دو تا پای بلند در واقع یکی در میون میشه این دو تایی آمون. پس من میام و سه تا زنجیرم رو میبافم حالا تو خونه بعدی میام و دو تا پای بلند میبافم بعدی شد چی؟ یه دونه پای بلند. رجع قبلی ما همه رو دو تا پای بلند بافتیم. ولی توی این رج ندیگه یکی در میون میبافیم یعنی یه دونه یک پایه بعدی دو تا پایه بلند به این صورت حالا دوباره یکی بعدی دو تا دوباره یه دونه پایه بلند بعدی دو تا پایه بلند و این رو همینطوری تکرار کنید تا انتها. یه دونه پایه بلند. بعدی یکی و دوتا. با استفاده از این الگوهایی که در اختیارتون قرار میگیره شما میتونید خیلی راحت بافت کلاه رو انجام بدید. دوباره بعدی یه دونه و دو تا. هر چقدر که این دایره ما بزرگتر میشه خب زمان بیشتری هم باید بذاریم برای بافتش. یه نکته که خوب توجه کنید این تعداد دونه ها هست. همینطوری ادامه میدیم. اینجا دو تا بعدی یکی و آخری هم دو تا. حالا بعد وصلشون کنم میلم رو داخل حلقه سوم کنم و این دوتا رو یکی میکنم خب ببینید من اینجا اومدم و این دایره رو درست کردم تا اینجا کار من اومدم تا رج سوم رو باختم ببینید حالا کمی روی الگو با هم کار کنید به چه صورته رج سوم همونطور که گفتم یه دونه پای بلند داره و دو تا پای بلند در یک خونه داره یعنی اضافه میشه رج بعدی میاد به جای یه دونه پای بلند دو تا پای بلند یکی داره و بعد چه اتفاقی میفته دو تا پای بلند رو در یک خونه میزنیم و این هی تکرار میشه در واقع این یکی که اینجا میبینی توی هر رج اضافه میشه رج سوم یه دونه داریم رجه چهارم دو تا داریم و بعد پای بلند های دو تایی داریم رجه پنجم سه تا داریم و بعد پای بلند دو تایی داریم این قرار هی ای ادامه پیدا کنه تا کجا ادامه پیدا کنه تا زمانی که به اندازه دونه های مد نظرمون برسیم بر اساس آموزشی که در درس های قبل خدمت شما گفتم مثلا ما اومدیم و دور سر کودک رو اندازه گرفتیم 46 سانتی شد و بر اساس اون نمونه ای که بافتم من درآوردم که باید برای 46 سانت 86 تا دو دو دونه پای بلند داشته باشم. پس من اینو اونقدر ادامه میدم تا تعداد دونه های من به 86 برسه. خب حالا ما اومدیم ادامه دادیم. در رج پنجم میشه 60 تا. رج شیشم میشه 72 تا. اینجا در این الگو من دیگه متوقف کردم و اضافه نکردم. ولی چون من بیشتر از 72 تا میخوام یعنی 86 تا میخوام باید یه رج دیگه هم ادامه بدم به چه صورت که اضافه کنم یعنی اینجا سه تا پایه بلند زدم و دو تایی اضافه کردم رجه بعدی باید چهار تا پایه بلند بزنم و اضافه کنم که بشه چند بشه هشتاد و چهار تا پس من اینو ادامه میدم تا برسیم به رج چهارم و به هشتاد و چهار تا دونه برسیم پس الان ما میریم سراغه. رج چهارم رج چهارم به چه صورت بود دو تا پای بلنده و بعدی دوتایی میزنیم پس این اولی این دومی در واقع این اولی هم خودش پای بلند محسوب میشه چون برای شروع کار هست ما و زنجیره میزنیم خب اینجا هم اضافه کردم خب یه نکته که بعد دقت کنید اینه که الان این اضافه کردن ها رو میبینید این دوتایی اضافه شده این دوتایی اینا همه دقیقا در امتداد هم اضافه میشه. اینجا هم همینطور. دو تایی داریم، دو تایی داریم و دو تایی بعدی من به همین صورت اضافه میشه. اگر که یه وقتی شک کردین که کجا باید دو تایی رو اضافه کنم، کاملا مشخصه. رج قبلی هر کدوم دوتا اضافه کردین، رج بعدی هم همونجا دو تا اضافه میشه. خب، ادامه میدیم. دو تا پای بلند داریم. و بعد اینجا یه دوتایی میزنم به همین صورت این رج رو هم تکمیل میکنیم خب رج چهارم هم تموم کردیم باید دوباره اینها رو به هم وصل کنم دقیقا مثل رج های قبلی این کار رو انجام بدیم خب پس ما چیکار کردیم تا رج چهارم ادامه دادیم من الان چند تا دونه دارم چهل و هشتا ولی میخوام نهایتا به هشتاد و شیشتا برسه نکته ای که اینجا هست اینه که در رج پنجم میشه تا، دونه رج شیشو میشه هفتاد و دو تا رج هفتم اگر که اضافه کنم در واقع به این صورت میشه من اینو رسم کنم این به این صورت که چهار تا پای بلند باشه و بعد دو تایی بزنم اینجا میشه هشتاد و چهار تا من گفتم چند تا نیاز دارم 86 تا دا نیاز دارم خیلی وقتا پیش میاد که شما دور سر کودک رو اندازه گرفتیم به تعداد دونه نیاز دارین که بر اساس این رج ها اضافه نشده بین اینها هست مثل الان که وقتی من تا رج هفتم ادامه بدم میرسم به 84 دو تا دونه ولی من چند تا دونه میخوام 86 دو تا هیچ مشکلی نداره من در رج هشتم دو, دو تا از این دونه ها رو اضافه میکنم حالا یه دونه اینجا باشه یه دونه اینجا باشه این اهمیتی نداره فقط مثلا اگر که شما میخواین 10 تا اضافه کنین یعنی کمتر از 12 تا طبیعتا باید باشه دیگه وگرنه که دیگه میره به رج بعدی کمتر از 12 تا بخواین اضافه کنید پخشش کنید مثلا 10 تا رو اینجا اضافه نکنید 5 تا 5 تا به این صورت اضافه کنید و به صورت فاصله های تقریبا یکسان سعی کنید اضافه کنید خب حالا پس من تا اینجا اومدم و رج چهارم رو هم بافتم من باید برای بافت این کلاه تا رج هفتم ادامه بدم. خب ما رسیدیم به رج هفتم و بعد این آخری رو هم من دو تایشو میزنم و این رج رو هم تموم میکنم. الگویی که ما الان داریم من الان باید به 84 تا دونه رسیده باشم. حالا دو تای دیگه میخوام به خاطر اینکه 86 تا لازم دارم. از اینجا به بعد دیگه اونقدر اضافه نمی کنم مثل الگو مثل این رج هفتی که حالا اینجا هست ولی الان برای این سایز کلاه من شده رج 8 توی هر دونه یک پایه بلند می زنم. دیگه اضافه نمی کنم از اینجا به بعد دیگه کار خیلی ساده میشه چون ما اضافه کردنی نداریم فقط با توجه به اینکه من دو تا کم دارم بین همین بافتم دو دونه اضافه می کنم مثلا یه دونه اینجا اضافه می کنم یکی دوتا بعد همینطوری ادامه میدم دیگه اصلا اضافه نمی کنم و همینطوری ادامه میدم اون یکی رو مثلا اینجا اضافه می کنم به صورت مثال شما اگه بخواید چهار تا اضافه کنی یه دونه اینجا یه دونه اینجا یه دونه اینجا, یه دونه اینجا، و یه دونه اینجا اضافه کنی سعی کنین این اضافه کردنهایی که حالا خارج از الگو اتفاق میفته و بر اساس اندازه کلا هست به صورت یکسان پخشش کنید. این رجه هفتم رو به همین صورت ادامه میدیم حالا اضافه کردنش من اینجا یه دونه اضافه کردم یه دونه هم اینجا اضافه میکنم ممکنه شما بگید که برای سایزی که من میخوام مثلا ده تای دیگه نیاز دارم سعی کنید این اضافه کردن ها رو به صورتی داشته باشین که پخش بشه در اطراف کلاه و بعد از اینکه به اندازه دلخواه رسیدیم دیگه ما اضافه نمی کنیم و ادامه میدیم مانند این کلاه همطور که می بینید دیگه از این قسمت ها اضافه نشده و وقتی که ادامه میدید دیگه شکل و شمایل کلاه رو کاملا به خودش می گیره و تا جایی می بافیم که در واقع ارتفاع کلاه مناسب سر کودک باشه. در خدمت شما عزیزان هستم با بافت شالگردن. بافت شالگردن خیلی ساده است در واقع ما در بافت شالگردن به صورت معمول اضافه کردن یا کم کردن رو نداریم همطور که میبینید برای الگوی بافت شالگردن ما ابتدا باید به تعداد دلخواه زنجیره بزنیم و بعد با پای بلند کار رو ادامه بدیم برای شروع کار من میام و زنجیره میزنم اینکه ما چه تعداد زنجیره بزنیم بر اساس اون مقدار ارض شالگردنمون هست حدود دوازده سانت برای شالگردن کودک مناسبه. میایم و به تعداد دلخواه زنجیره میزنیم. نکته که نیاز هست رعایت کنید اینه که زنجیره هایی که میزنید رو یه مقداری آزادتر بگیرید و خیلی نخ رو نکشید. به خاطر اینکه اگر شما نخ رو بکشید و این زنجیره ها کوچیک باشه باعث میشه که در رج بعدی کار یه مقداری جمع بشه و اون زیبایی خودش رو از دست بده خب به صورت مثال من میخوام عرض شال گردنم این مقدار باشه حالا شروع میکنم به بافت رج اول میام و ابتدا مانند الگویی که اینجا داریم سه تا زنجیره میزنم و بعد شروع میکنم به پایه بلند زدن یک دو سه تا زنجیره میزنم و یک پایه بلند میبافم و به همین صورت ادامه میدن ما در این آموزش از دو مدل شالگردن استفاده میکنیم یکی این شالگردنی هست که الان دارم می میبافم و خوب ساده است نه بافتی رو اضافه میکنیم نه کم میکنیم و به صورت افقی ادامه میدیم کار رو یه مدل دیگه هست که شالگردن طرح خرگوشه که در اون یه مقداری با توجه به اینکه مدل کرواتی هست طرحش فرق میکنه که اون رو هم در ادامه خدمتتون میگم. بچه اول اینطوری یه مقداری جمع میشه یعنی حالت لوله مانند به خودش میگیره نگرانی نداره وقتی چند رج به بافیم این باز میشه. من این قسمت رو تا انتها می بافم. این هم آخرین زنجیر. خب میرو سراغ رجه بعدی همینطور که می بینید با سه تا زنجیره شروع میکنیم برمیگردم گردم و اینکه که اولیه هیچی از دومی شروع می کنم. به این صورت. معمولا کسایی که تازه قلاب بافی رو انجام میدن یه دقدقهی که دارن همینه که وقتی که میخوان شال گردن ببافن این تعداد دونه ها معمولا کم یا زیاد میشه حالا یه دونه رو نمی بافن مخصوصا ابتدا و انتهاش برای اینکه خیالتون راحت بشه میتونید بشمارید یعنی از همون اول هر رج رو که می بافید دونه هایی که بافتید رو در انتها بشمارید که زیاد و کم نشده باشه و کارتون تمیز و مرتب بافته بشه. بیشتر روی همین ابتدا و انتهای کار باید دقت کنید که تعداد دونه هاتون کم و زیاد نشه. من این رو هم ادامه میدم تا برسیم به انتهای کار و ببینیم که به چه صورت باید ادامه بدیم رج حالا اینجا رو باید دقت کنیم. ببینید اینجا آخرین خونه ای که اینجا هست رو هم من میبافم. این تا اینجا بافته شد. حالا یه دونه دیگه در واقع اینجا اون سه تا زنجیرهایی که اینجا بود هست. من باید یه دونه دیگه هم داخل زنجیره سوم کنم و ببافم. اینطوری میشه که ما خیلی راحت میتونیم این رو ادامه بدیم و مشکل کم و زیاد شدن خونه ها رو نداشته باشیم. پس برای شروع من دیگه اینجا نمی بافم چون این همون ستا زنجیرم هست میام و توی خونه دوم می بافم و انتها رو هم که خدمتتون عرض کردم خب این رو ما همینطوری ادامه میدیم تا انتها تا جایی که می میخوایم ارتفاع شالگردنمون باشه معمولا برای شال گردن کودک بین یک متر تا یک متر و ده مناسب هست این کار رو من بافتم و به این صورت ادامه دادم و همینطور که میبینید یک شال گردنی شده که برای کودک کاملا مناسب. و در بخشهای بعدی آموزش حالا طرحهای مختلف رو روی کار درج میکنیم این یک مدل هست یه مدل دیگه ممکن ما داشته باشیم که مدل کرواتی بهش میگم شما نمیخواید که